در این نوبت از گفتگو میرسیم به عزیزانی که تاجر هستن، فعالیت مستمری در این حوزه داشتن و تجارت کارشونه. ما توی بحث تجارت بحثمون این هستش چه کاری درآمدزایی بیشتری بله. داره. وقتی که بحث از درآمدزایی و درآمد میکنیم و ببینیم چه شغلی زود بازدهتر هستش، حاشیه سود بالاتری رو داره و این حاشیه سود بالاتر در چه محدوده زمانی به دست شخص تاجر و فعال در این زمینه میرسه. مواد شوینده با توجه به تنوع و مصرف فراوانی که داره دوره استفاده و مصرف کوتاهی رو داره، یعنی اینطوری نیست که شما مواد شوینده رو بیای فعالیت بکنید در زمینه مواد شوینده، یه دفعه شما محصولتون 6 ماه یک سال بخوابه، بعد از 6 ماه یک سال بخواد به سوددهی برسه. شاید بعضی از مشاغل سوددهی خوبی هم داشته باشن ولی مدت بازدهشون و برگشت سرمایه خیلی طولانی میشه. اما نه، مواد شوینده همونطور که استحضار دارید از یک روز تا یک ماه نهایتاً به پول تبدیل میشه و این تبدیل شدنش به پول خب مطمئناً درآمدزایی رو بیشتر میکنه، چون اون چرخش پول شما به تبع فراوان میشه و میتونید روش به حساب باز کنید. همونطور که دوستان عزیز و بیننده های عزیز مطلع هستن، تنوع بالای مواد شوینده باعث میشه که متقاضی بیشتری رو داشته باشه. این متقاضی بیشتر باعث میشه که شما بتونید فعالیتتون رو گسترده تر بکنید و این فعالیت گسترده درآمد شما رو بالا میبره. ما به طور مثال عرض کنم خدمتتون، الان توی مواد شوینده یکی از مشتریای خاص مواد شوینده، عزیزانی که حالا بیننده تصویر بنده حقیر هستن میتونن روی این موضوع هم برنامه ریزی بکنن، یکی از بازارهایی که الان خیلی فعال هستش علی خصوص توی ایام بارندگی یا ایام شب عید، کارواش ها هستن. خب کارواش داره عزیز میاد فکر میکنه، برنامه ریزی میکنه، میگه خب اگر من بتونم زمان فعالیتم رو کمتر بکنم، یعنی زمان شستشوی یک خودرو رو کمتر بکنم، زودتر به نتیجه برسم، این چه بهتر. به خاطر همین محصولی هستش که خیلی به سوددهی زیادی میرسه و از طرفی نمیخواد دنبال مشتری بگرد، یعنی در آن واحد که میتونی محصول رو خرید بکنی مشتری حاضر آماده هستش. دوستان مثلا میتونن برن با شرکت های مثل شرکت های بسته‌بندی، درسته، با کارخونجات که حالا غذا پرسنل میدن و بیمارستان ها که غذا میدن، میتونن برن با اینا قرارداد ببندن و بیان ما با کیفیت بالا و قیمت مناسب بهشون محصولات رو بدیم و اونا میتونن به سود خوبی برسن. همونطور که مستظر هستین تا دیماه همین امسال، یعنی برج ده که آمار گرفتن، حدود 140% حبوبات نسبت به سال گذشته سود داشته و افزایش درصد داشته. و یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، این که حالا یه نوع حبوبات ظرف 10 روز 12500 تا مثلا قیمتش بالا رفت، یعنی به سوددهی خیلی بالایی رسید و کسی که حالا اون موقع از من حالا حدودا 20 تن حبوبات گرفت، ظرف 10 روز به 250 میلیون سود حدودا رسید. عجب. و حالا خدمتتون عرض کنم که کدوم کاری هستش که توی 10 روز 250 میلیون بشه سود کرد ازش. خدمتتون عرض کنم که اگر دوستان بتونن حالا شرکت‌های بسته‌بندی خودشون داشته باشن و بتونن ما حبوباتشون رو تامین بکنیم و بتونن بسته‌بندی کنن و توی فروشگاه برسونن، که خب حالا دیگه سودشون دو برابر میشه و خیلی میتونن راه به قول گفتین 100 ساله رو یه شبه طی کنن. بله، خیلی عالی، بسیار عالی. شما چند سال در این کار بودین و بعد مشتاق شدین که برین سمت تجارت؟ خدمتتون عرض کنم که من تقریبا سال 93-94 با یکی از فامیلایی که داشتم صحبت می‌کردم میگفتم که یه زمانی من شرکت بسته‌بندی حبوبات راه می‌اندازم. البته خب کارهایی انجام دادم، ولی خب حالا اون موقع با توجه به اینکه حالا توان مالی خیلی ضعیف بود تا جایی پیش رفت، ولی خب نشد.
یعنی یه سری از دوستان که قرار بود با ما همکاری بکنن کنار کشیدن و ما دستمون به روی تو پوست گردمون و یعنی تمام از بهداشت تمام تاییدیه‌ها رو گرفتیم و قرار بود که کارو شروع کنیم. از این ساعت در خدمت شما هستم با گفتگوهای متنوع و جذابی که تقدیم حضورتون میکنیم و این بخشی که در خدمت شما هستیم و در این گاه شبانه در خدمت عزیزانی هستیم که از واحد مالی و اداری تشریف آوردن. جدانا با هم نیستن ولی مالی و اداری رو اینجوری تفکیک کردیم که بیشتر بهتون بگیم که چه کار میکنن و چه فعالیتایی دارن. از بخشتون برامون توضیح بدیم چه کار میکنین در این بخش؟ تو این بخش ما نیروهای جدیدی که وارد شرکت میشن ابتدا میام وارد کارگزینی آموزشو که دیدم بعد یه هفته آزمایشی که توی اون واحدی که میخوان کار کنم بودم از سمت واحد کارگزینی معرفی میشم به واحد قرارداد که ما کار قراردادشون انجام میدیم. بعد نیروهای قدیمی هم که ماهیانه ما میریم تمدید قراردادها رو انجام میدیم. بعد مرخصی نیروها رو جمع میکنیم تبدیل به اکسل میکنیم برای واحد نظارت میفرستیم. بعد کاری دیگه ای که انجام میدیم نیروهایی که میخوان از شرکت برن کار تسویهشون رو ما انجام میدیم تو این واحد. بعد کاری که یکی دیگه از کارهایی که ما انجام میدیم اطلاعات نیروهای جدید رو توی اتوماسیون وارد میکنیم. قرارداد بستن نیروها کلن چقدر پروسش طول میکشه؟ چند روز طول میکشه؟ وقتی میان حالا توی کارگزینی اطلاعاتی که میگیرن اول یه مصاحبه میرن کارگزینی باشون، اگر به درد شرکت بخوره این نیرو میاد میره باید آموزش، یه آموزشی میبینه، بعد اینکه واحد آموزش رو طی کرد میره تو واحدی که قرار مشغول به کار بشه یه هفته آزمایشی کار میکنه. بعد اگر راضی بود معاونت اون بخش اعلام میکنه به کارگزینی، کارگزینی به ما اعلام میکنه که این نیرو رو میفرسن ما کار قراردادشون رو انجام میدیم. یعنی یه پروسه یک هفته‌ای هم داره؟ آره یه هفته آزمایشی به یه دورم آموزش میدیدن. آموزش میبینن. پس میشه دو هفته درسته؟ آره. یه پروسه دو هفته‌ای داره و میان برای قراردادشون. در مورد بیمه کلا توضیح بدید. در مورد همون بیمه اولی تامین اجتماعی اصلا یکی از الزاماته، یعنی افرادی که میان قرارداد میبندن ابتدای قرارداد که کارشون تموم شد میان برای بخش بیمه ما باهاشون تعیین تکلیف میکنیم، یعنی از روز اولی که قراردادشون امضا میشه از همون تاریخ بیمهشون رد میشه و این الزام آور. حتی اگه افرادی باشن که بیمه داشته باشن بگن ما نمیخوایم بیمه بشیم باهاشون یعنی قرارداد اصلا کلا کنسل میشه. یعنی یکی از شرایط آراد اینه که حتما از روز اول باید بیمه تامین اجتماعیشون برقرار بشه. برای بیمه تکمیلی هم که بیمه تکمیل کننده بیمه پایه که همون تامین اجتماعی میشه شرکت آراد با یکی از میتونم بگم معتبرترین شرکت‌های بیمه بیمه ایران حالا رایزنی‌هایی داشتن تو این زمینه. بعد دیگه بیمه ایران بیمه‌ای بود که هم از نظر قیمتی هم از نظر اوردر حالا اون مراحلی که مربوط به درمان میشه هم سقف بالایی میداد هم قیمتش مناسب بود. البته اینم بگم چون آراد تعداد پرسنلی که معرفی کرده بود بیمه ایران خیلی زیاد بود بالا بود تونست تخفیف خوبی بگیره، یعنی همین اوردر رو شما بخوای بیرون بری بگیری بالا 500 تومنه. چه فعالیت های دیگه ای داری در این واحد؟ بیشتر بحث تسویه پرسنل با من هست، آماده سازی فایل. یعنی انقدر که در دفاتر مختلف هستی انقدر هم در دفتر خودتون تشریف داری، پس یه روزای خاص میایی در دفاتر مختلف. دقیقاً درسته و کارهایی که خب آقای علی نژاد زحمتش رو میکشن میشه گفت ویایش اطلاعات در اتوماسیون اداری هست. یعنی اینجوری میشه گفت که آقای علی نژاد با ورودی ها سر کار دارن شما با خروجی، درسته؟ تا حد زیادی. خب بفهم. و آماده سازی نامه های اداری، کارهایی مثل اینها رو عمدتا من انجام میدم ولی خب چون ما دو نفر هستیم تو این بخش
به این شکله که هر دو به کارهای همدیگه مسلط هستیم و همیشه عمدتاً یک نفر باید حضور داشته باشه. یعنی اگر من برم برای مأموریت، من برم برای جمع‌آوری برگه‌ها، تمدید قراردادها، جناب آقای علی نژاد هستن که بخوام به اموری که مربوط میشه به دفتر رسیدگی بکنن و یا برعکس. تو ما معمولاً داشتیم دیگه در برنامه‌هایی که عزیزان رو دعوت کردیم، هر کی اومده از خودش گفته، از کارش گفته، از فعالیتش گفته. خیلی از شما عزیزان نبودین و تشریف نداشتین و ما خواستیم به رسم ادای دین و احترام همه عزیزان رو دعوت بکنیم در این گفتگوی شب نشینی در خدمت باشیم و صحبت بکنیم. شد انت، تو، توی مذکر، انتما، شما دو نفر مذکر، انتم، سه شخص مذکر به بالا، انتی برای یک شخص مؤنث، انتما دو شخص مؤنث، انتون نه سه شخص به بالا. تا الان 12 تا شما شخص رو دیدید، ما درباره صحبت کردیم. 6 عدد از اونها برای شخص غایب ما بود، 6 تا برای شخص حاضر ما. اما میریم سراغ 11 در سراغ 13 و 14. پس شد هو، هما، هم، هی، هما، هن. شرطی نوع یک یا کندیشنال نوع یک. شرطی نوع یک در واقع جمله‌ای هست که یک شرایطی رو در زمان حال، در زمانی که میتونه اتفاق بیفته و ریل هست، ارائه میکنه. چطور هست؟ شما میگید اگر پول داشته باشم یک ماشین میخرم. پس این میشه اگر، در واقع حرفی هست یا کلمه‌ای هست که برای ما ساختار شرطی رو ایجاد میکنه. اگر در زبان انگلیسی به شکل if هست، پس if به معنای اگر به اضافه. خب if ما میگیم اگر یک ماشین داشته باشم. اگر یک ماشین داشته باشم در واقع بعد از if برای ما یک جمله خیلی ساده، present tense، یا یک جمله ساده در واقع قرار میده. یعنی ما نیازمند یک جمله ساده بعد از if، کلمه if هستیم. If I have money،